قیام استمرار خودش حفظ کرده. دلیل استمرارش هم وجود آتشه، تنها و تنها آتش. این آتش بوده که لرزه بر وجود رژیم و مراکز سرکوب انداخته. مردم از ایران بدونن در هر راهی غیر از راه آتش و قهر رو انتخاب بکنیم، مطمئن باشید که به سرنگونی قیام ختم میشه. آتش در قیام بعد بالا و بالاتر بره و برافراشته تر بشه و شعله ورتر. باید تمام مراکز سرکوب رو با آتش کشید و الا اگر بخوایم مسیر مسالمت آمیز و شعارهای انحرافی و از اینا رو پیش بگیریم، اصلا به نتیجه نمیرسیم در مقابل این رژیم. یک دیگه از دلایل استمرار این قیام وجود کانونهای شورشی بود. این آتش کانونهای شورشی بوده که راه و مسیر رو برای مردم ایران، برای مردم شورشی باز کرد. و همینجا من خطاب به برادر عزیزم مسعود رجوی، رهبر مقاومت، تعهد میدم که کمبود آتش این قیام رو جبران کنم و با کمک جوانهای قم و همه جوانهای کشورمون بر آتش این قیام بیفزاییم و شعله ورترش کنیم. این تعهد برای همه مردم ایرانه. این تعهد رو همه مردم ایران باید بدن و با خون خودشون من تعهد بدن، همونطور که خود من هم با خون خودم تعهد بدم و در راه تحققش از هیچ چیزی فرودار نخواهم بود. و در آخر مردم ایران و به پا خیزید و به آتش بیافروزید و ریشه ظلم و ستم را بسوزانید. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، درود بر رجوی. در این شرایط قیام که جوانان غیور و شورشی ایران اون رو رقم زدن، موج قیام در حال گسترش و رژیم آخوندی در حال نابود شدن. این رژیم سعی میکنه با شلیک تیر و کشتن نوجوانان ترس تو دل مردم جا بندازه، ولی اونا نمیدونن این مردم اومدن که از ریشه این رژیم جنایتکار آخوندی رو از جا بکنن. دیگه این مردم سرکوب نمیشن و این سپاهی و بسیجی‌ها هستن که دارن سرکوب میشن. در پردیس کرج مردم تونستن تسلیحات سپاه رو تصرف کنن و این یعنی انقلاب. این یعنی ایرانی که سالها منتظرش بودیم و هزاران انسان به خاطرش کشته شدن در حال آزاد شدنه. ما کانون‌های شورشی وظیفه داریم که قیام رو ادامه بدیم و این جریان استمرار پیدا کنه. مردم هیچ رحمی به اونها نمیکنن و حتی یک نفرشون رو هم زنده نمیذارن. ما هر بهایی که نیاز باشه میپردازیم رو ایران رو میسازیم. دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما میکاریم دیگران بخورن. با فرمان برادر مسعود انقلابی رو در ایران رقم میزنیم که تکرار شدنی نیست. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی. رژیم به خیال خام خودش میخواد اذهان رو از گسترش کمی و کیفی در قیام منحرف بکنه. میگه اغتشاشات تموم شد، میگه همه رو جمع کردیم و گرفتیم و بردیم و زدیم و تلویحاً هم میگه غلط میکنید، غلط میکنن ریشه این حکومت رو بخوام بکنن. تو غلط میکنی و اون رژیم منحوس کثیفه که مردم جواب تو در کف خیابون ها داده میدن و خواهند داد. وقتی دختران شورشی ما در کانونهای شورشی کوکتل مولوتوف درست میکنن، از برنامه‌های سیمای آزادی الهام میگیرن، پایگاه بسیج آتیش میزنن، دفتر امام جمعه‌تون آتیش میزنن و روز به روز گسترده تر میشه. در شهرهای مختلف مردم شعارهای مقاومت رو تکرار میکنن: نه شاه میخوایم، نه رهبر، مرگ بر ستمگر. در قیابان آبان هم میگفتن نه تاج و نه عمامه، آخون کارش تمامه. بله درست میگفتن، تمامه، دیروزو داره ولی سوخت و سوز اصلا نداره. این قیام ها به هم پیوسته شد تا الان که هر روز داره ادامه پیدا میکنه. خامنه‌ای جلاد به آخر رژیم خودش و آخر عمر خودش رسید و مردم هم بسته تر شدن، هم فکر تر شدن، هم جهت تر شدن در جهت مقاومت و آزادی و دستیابی به عدالت برای همه مردم ایران. مجاهدین از همون اولش هم دنبال حکومت و میوه چین و فرصت طلب هم نبودند. به قول برادر مسعود عزیز، ما هیچی نمیخوایم، پشه هم نیستیم، ولی به خودمون مطمئنیم و به آزادی خلقمون مطمئنیم، چون یک مجاهد خلقی و براش تلاش میکنیم. از تمام زندگیمون گذشتیم و آواره هم هستیم و توی منحوس رو سرنگون خواهیم کرد. درود بر رجوی، درود بر خواهر مجاهد مرحوم رجوی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد کانونهای شورشی.